سلام، من سحر هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار در مورد بهرام افشاری و حواشی پیرامون زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندین. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله هم از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بهرام افشاری متولد 6 خرداد 1366 در همدان، بازیگر سینما و تلویزیونه. دانش آموخته رشته ساخت و تولید از هنرستان و لیسانس بازیگری از دانشگاه آزاد تهران که از تئاتر شروع کرد و با سریال پایتخت به اوج شهرت رسید. اون با 198 سانتی متر قد به عنوان قد بلندترین و محبوبترین بازیگر قد بلند شناخته میشه. خودش میگه در دوران کودکی با فیلم و سینما آشنا و آمیخته شدم و از سنین نوجوانی عاشق سینما شدم. البته نه به عنوان کسی که بازیگری رو دوست داره، بلکه به عنوان یک فیلمبین و مخاطب عاشق سینما و پرده نقره اون شدم. به صورت جدی بازیگری رو از سال 1382 وقتی 16 ساله بود به صورت آماتور از تئاتر همدان شروع کرد تا اینکه سال 88 وقتی 22 ساله بود برای پیشرفت راهی تهران شد. در تهران ابتدا به کلاس‌های بازیگری حمید سمندریان رفت تا اینکه به صورت حرفه‌ای وارد کار تئاتر شد و در بیش از 30 اجرای حرفه‌ای حضور داشت. در سال 88 تونست برترین جوان ایران در بازیگری تئاتر شناخته شه. یک سال بعد هم به عنوان بازیگر اول جشنواره تئاتر شهر معرفی شد و سال 1390 هم تندیس بهترین بازیگر مرد رو از جشنواره بین‌المللی فجر به دست آورد. خودش میگه سال 90 با پول جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره به میدون گمرک رفتم و موتور خریدم و تا مدت ها پیک موتوری بودم تا خرج خودم رو در بیارم. بعد از تئاتر در خرداد سال 92 وقتی 26 سالم بود، تجربه کوتاهی رو در فیلم عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان در سینما به دست آوردم. سال 91 خود من مخاطب پایتخت بودم و از تمرین‌های تئاترم می‌زدم که پایتخت 1 رو ببینم، تا اینکه از طریق احمد مهرانفر برای حضور در پایتخت دعوت شدم. بعد از تست آقای محسن تنابنده اعتماد کرد و این همکاری شکل گرفت. تعصبم نسبت به همدان رو زمانی میتونم ثابت کنم که بگم تنها کسی که با لهجه همدانی در سریال علی‌البدل سال 96 صحبت کرد من هستم. این موضوع به واسطه عشق و علاقه بود که به شهرم داشتم. نکته جالبی که مدتی شایعه شده بود اینه که بهرام متولد شده همدانه و با همکار خانوم خودش، خانوم بهاره افشاری که متولد شهر شاهرود سمنانه، نسبت فامیلی نداره. بهرام افشاری هنوز ازدواج نکرده و مجرده. انتشار چندین عکس از اون با هواداران مختلفش به نام همسر یا غیره باعث انتشار خبر کذب ازدواجش شد. بهرام افشاری در مورد فیزیک بدنیش میگه اگه بخوام از دیدگاه خودم بگم، من این فیزیک بدنی رو یک امتیاز میدونم. این قد بلند برای هر نقشی خوب نیست که خودم هم دوست ندارم توی هر کاری باشم. بیشتر به درد نقشای خاص و تجربه های خاص میخورم که متفاوت تر از کارهای عامیانه است. توی سریال پایتختی که کلام مشهوری داشتم که بیشتر در حالت عصبانی و غیرتی میگفتم ای خدا، این لفظ حسابی بین مردم جا افتاده و این روزا مردم منو که میبینن به جای سلام میگن ای خدا. آقای افشاری از علاقه‌مندان فوتبال و طرفدار دو آتیشه تیم استقلال تهرانه، اما دوست نداره در فضای غیر فوتبالی کلکل کنه و به بقیه احترام میذاره. خودش میگه تو هنرستان واقعا بیش‌فعال بودم و توی هر چیزی سرک میکشیدم. یکی از رفقام آرمین تشکری که الانم بازیکن تیم ملی والیباله، من رو به والیبال دعوت کرد و با این تیم قهرمان شدیم، ولی لذت بخش نبود چون متمایز نبودم.
بهرام افشاری در مورد رفاقتش با نوید محمدزاده و هوتن شکیبا میگه نوید و هوتن درخشان هستند و قبل از هر چیز داداش منند و چیزای زیادی رو از اونا یاد گرفتم و تلاش کردیم قدرت نگفتن رو تمرین کنیم. شرایطی میرسید که مثلا 20,000 تومان توی حسابمون بود و کار میلیونی به ما پیشنهاد میشد، اما قبول نمی کردیم چون دنبال ارزشی بودیم که بتونه ما رو توی مسیر نشون دادن استعداد و توانایی هامون قرار بده. ازدواج نکردم چون هنوز به بلوغ ازدواج نرسیدم. راستش معنای زندگی مشترک رو هنوز نفهمیدم. من بچه طلاقم و تو زندگیم فقط مرد بوده، یعنی با پدرم زندگی کردم و بودن مادر یا بودن نیروی به اسم زن توی زندگی من وجود نداشته. زمانی که 2 سال سن داشتم مادرم از پدرم طلاق گرفت و جدا شد و مدت‌ها از ما سراغی نگرفت. پدرم هم که بعد از چند سال بیمار شد و فوت کرد. زمانی که خودم رو شناختم بیشتر وقتم رو توی بیمارستان به سر می بردم و در حال پرستاری کردن از پدرم بودم که البته افتخار می کنم تونستم نوکری و پرستاری پدرم رو بکنم و از همه مردم خواهش می کنم که قدر پدر و مادر خودشون رو بدونن. در مورد قد بلندی صحبت های زیادی میشه و میگم بازیگران قد بلند توی سینما ناموفق هستند. از نظر من این دیدگاه کلاسیک قدیمی و نخنما شده است. هر کسی با من کار کرده دفعه بعد بلندی قدم رو کاملا فراموش میکنه. در واقع بازیگری نذاشت که من خلافکار بشم. من بیشتر بازیگر درمانی کردم، چرا که نیروی درونی من میتونست من رو به سمت تخریب ببره. به هر حال قد بلندی داشتم و با اخلاقی که داشتم میتونستم به سمت خلاف برم، اما بازیگری کمکم کرد و از این توانایی در جهت سازنده استفاده کردم. از آخرین آثار سینمایی ایشون هم میتونیم به صحنه زنی و بعد از اتفاق در سال 99 و سگبند به کارگردانی مهران احمدی در سال 98 اشاره کنیم. آخرین آثار تلویزیونی هم که پایتخت 6 در سال 99. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.